تحلیل قسمت جدید سریال پوست شیر از جزئیات پنهان شخصیت منصور تا شباهت زیرکانه پدرش به کسی که میشناسیمش آیا پلن بعدی منصور پخش کردن فیلم ساحله تا آخر ویدیو همراه من باشید سلام من محمد علی شیرزاد خیلی خوش اومدید به کانال شیرزاد فیلم تو این کانال فیلم و سریال معرفی میکنم و فیلم و سریاله که منتشر میشن رو بررسی میکنم پس اگه به این دست از موضوع علاقه داری و هنوز کانال منو سابسکرایب نکردی دکمه سابسکرایب رو بزن بگه اگه زنگوله بغلش هم بزنی هر موقع که ویدیو جدید آپلود کردم با خبر میشی و میای ویدیو رو میبینی چند تا ویدیو ساختم قبلا در رابطه با سریال پوست شیر و تحلیل شخصیتم برای شخصیت منصور درست کردم که لینک پلی لیستش رو میذارن این بالا اگه دوست داشتید الان ببینید اگه نه بعد از تموم شدن ویدیو براتون پیشنهاد داده میشه اون موقع ببینید شما واقعا من خیلی به این گذشته سیاه تاکید کردم خیلی گفتم که یه آدم اصلا همینجوری علکی نمیتونه به این درجه از حالا حالت روحی و روانی برسه حتما یه گذشته و یه کودکی داشته که سخت بوده شاید عجیب بوده شاید یه خورده دارک بوده حتی یه ویدیو هم ساختم چند روز پیش در رابطه با تحلیل شخصیت منصور که تو اون کاملا ریشه یابی کردم این قضیه رو اینکه از سمت پدرش مورد آزار و اذیت قرار می گرفته اینکه داداشش حالا درگیر شده با پدرش شاید کشتنش همه اینا رو قبل از اینکه تو سریال مطرح بشه ما در موردش صحبت کردیم حالا که تایید شده بریم بیشتر بازش کنیم قبلش بیاد این قضیه رو برای همیشه حلش کنیم که خیلی‌ها میگن آقا هرچی هم باشه انگیزه منصور برای کشتن ساحل یا کافی نیست یا نمیدونم جالب نیست یا اصلا خب با نعیم کینه داشته از نعیم کینه داشته چرا رفته سراغ ساحل چرا خودشو نکشته و خیلی کامنت های شبیه این هم من خودم دریافت میکنم برای ویدیو هم یه بار قبلا کوتاه بهش اشاره کردم ولی مفصل تر توضیح بدم خب شخصیت منصور شخصیت خیلی جالبی نیست واقعا چون کودکی جالبی نداشته کودکی حالا سخت و عجیبی داشته و در نهایت حاصل اون کودکی شده شخصیتی که ما الان داریم میبینیم اولا که این آدم همین جوریش از عالم آدم کینه داره شاکیه از این از اون از خدا از همه و نمیتونیم هم بگیم منصور و امثال منصور حق ندارن که شاکی باشن میتونیم این چرف حسابش چیه میگه من تو بچگی این اتفاق برام افتاده اونجوری حالا مورد آزار و اذیت قرار گرفته یه روز به خودش اومده گفته چرا این اتفاق برای من افتاد چرا برای فلانی نیفتاد چرا برای فلان رفیقم نیفتاد چرا برای پسر خالم نه چرا من حق داره یا نه آدم دیگه فکر میکنه به این چیزا ولی از اینجا به بعد به نظرم سه مدل اتفاق میتونه بیفته برای یه آدم اولی میتونه باشه که خب آقا این اتفاقا برای من افتاده اوکی میپذیرم خیلی سخته ها ولی خب نشودنی هم فکر نکنم باشه میپذیرم و سعی زندگی درستی رو ادامه بدم من برای نفر بعدی آسیب نباشم من شاید اصلا برای پسرم نمیدونم برای دخترم برای بچم مثل اون آدم نباشم که البته خیلی وقتا ممکن اصلا دست خودش نباشه ها سعی هم بکنه که آدم درستی باشه ولی خب اصلا نتونه چون این تاثیر انقدر عمیق بوده اصلا رفتنش از تو ناخودآگاه این آدم یه رفتارایی رو میکنه که خودش هم اصلا از این رفتارا خوشش نمیاد ولی انجام میده دومینه که فکر انتقام میزنه به سرت از کی مهم نیست از جامعه خیلی از قاتلای زنجیره گفتم قبلا یه کودکی شریف به کودکی منصور داشتن و حالا گذشته گذشته رفتن حالا قاتل زنجیره شدن و هر چی وقتی که انگیزه شون رو خواستن ازشون گفتن که انگیزه این بود که از جامعه انتقام بگیرن سومی به نظرم اینجوری میشه که واقعا تاثیر بذاره رو روانی این آدم یعنی واقعا این آدمو دوچار جنون کنه که منصور به نظرم به چی بین دومی و سومیه یعنی هم دچار جنون واقعا همین که دنبال انتقامه هم از جامعه هم یه آدم مشخص خب ما گفتیم که این منصور کسی رو نداشته تو زندگیش که حالا یه جوری این مهر و محبت رو ازش دریافت کنه پدر و مادرش اونجوری بودن فقط یه نفر تو زندگیش حضور داشته که حالا این حس بهش منتقل میکرده اونم برادرش بوده و حالا علاوه بر این جلوی اون آدمی ایستاده که منصور رو اذیت میکرده و حتی شاید حسبش کرده اون آدم رو از زندگی خب این یه دلیل کاملا منطقی میتونه باشه برای اینکه منصور انقدر زیاد علاقه داشته باشه به صابر حالا این وسط یکی پیدا میشه به اسم نعیم که میاد خیلی رفاقت میکنه با صابر خیلی باش صمیمی میشه و منصور خب 100 درصد حسادت میکنه بهش چون انقدری یه نفر رو دوست داشته باشی اصلا صد درصد به نظر مسادت میکنی حالا ما بقیه داستان خودتون می‌بینید برسیم به اون جایی که اینا با هم درگیر میشن منصور و صابر منصور انتظار داره که سابر حالا بگه اوکی حله بریم سراغ حالا کارمون بریم مثلا خارج از کشور ولی خب نه سابر میاد پشت نعیم در میاد و منصورم که یه خورده واقعا دیگه اون جنونه رو داره یه ذره هم دیگه اصلا عصبی میشه و هر چی میزنه میکشتش و مسئله الان اینجاست منصور نعیم رو علت کشته شدن عزیزترین کسش میدونه و خب طبیعتا نمیاد خود نعیم رو بکشه که دلش سرد بشه باید بره سراغ عزیزترین کس نعیم عزیزترین کس نعیم رو بکشه که نعیم هم به همون حس و همون احساسی برسه که منصور قبلا رسیده قبل از اینکه یادم نرفته بگم برای همه صحبتام هم در رابطه با این قسمت توی این یه ویدیو فرصت نیست فردا شب ساعت دهانیم همین تایمی که این ویدیو رو گذاشتم در ادامه این ویدیو ویدیو خواهیم داشت و نکات تکمیلی رو توی اون ویدیو خواهم گفت بریم سراغ ادامه واسه با ما که خوابمون ده شب پرید یه دلیل بیا را و بارکج نریم خب قضیه حضور یه رپر تو سریال هم مثل این که کنسل های قرار بود باشه تا الان میدیدیم دیگه فکر کنم تو قسمت آخر به مسائل حاشیه‌ای بپردازم فقط توی سکانس اول دیدیم که صدرا که از تکس حالا ممرز و شای آهنگ نمیدونی چقدر دلم میخواد رو خوند و در کلم سکانس جالبی به نظرم نبود اون سکانس کلا ها کلیتش رو دارم میگم چون اگه نبودم اتفاق خاصی و برای کسی که حالا سوال شده بود که اون نفر نامشخصی که ساحل نقاشیش رو کشید کیه خب ما توی لابلای صحبت های ساحل وقتی داشت میگفت که حالا شهری که من دوست دارم تو ذهنم چه جوریه چه مدلیه میگفت که آدم ها دلتنگ نباشن کسی توی زندانی نباشه و اینو به ما نشون میداد که خب ساحل علاوه بر چیزی که تو ظاهر داشت نشون میداد فکر میکرده به پدرش فکر میکرده به نعیم و دلتنگش میشده و اون نقاشی هم این مدلی بود که خب من این دریافت رو ازش کردم که اون اون موقع دوست داشت و تصورش اینجوری بود که خب ما با مادرش و ناپدریش توی اون خونه زندگی میکنن ولی نعیم هم بیرون از زندانه میبینیم که نعیم رو حالا درست بیرون خونه کشیده ولی آزاد کشیده آقا بالاخره این وسط یه نفری هست که هر خبری رو از آگاهی زرتی میاد میبره بیرون دیگه مثلا نمیشه که یارو رفته ماشین خریده برای خلیل چه است؟ من نمیدونم فل... من فکر میکنم همچنان من نظرم ایشونه یعنی اتفاقی نیفتاده که نظرم عوض بشه من فکر میکنم که اون حالا مامور نفوذیه همین آدمه و صد درصد بیرونم شاید یه سری آدم داشته باشن چون هر جا جلوی این آدم هر بحثی شد که کمکی میکرد به جلو رفتن روند پرونده فرداش سنگ بزرگ جلوی پرونده پیدا شد چه جوری میشه خب ما تو این قسمت چندین بار تقابل منصور و محب رو دیدیم این بازجوی محب از منصور رو دیدیم و این خیلی خوب داشت ما رو بالا پایین میکرد یه تنشی داشت ایجاد میکرد یه جا منصور به محب میگفت که بجم موهب محب بجوم شاید نفر اصلی فرار کنه شاید هم تا الان فرار کرده نشسته داره بهت میخنده خب من فکر میکنم که اینجا کاملا با کنایه داره میزنه و منظورش خودشه چون مطمئنه که چیزی ندارن برای اینکه نگهش دارن و کاملا روبروش نشسته و داره بهش میخنده موهب هم خیلی زرنگه خیلی سریع ربطش داد به قضیه پدرش و اینا و خب وقتی که این بس رو باز کرد خیلی راحت بگم دیدیم که منصور چقدر فشاری شده است یعنی ما همچین چیزی رو تا حالا تو این چند قسمت از منصور ندیده بودیم یکی کامنتی گذاشته بود که نمیدونم چرا تو اینا رو با با کین فینیکس با کوین اسپیسی با فدان و فران داری مقایسه میکنی خیلی گناه بزرگی داری انجام میدی منظورش این بود بابا اصلا حرف من اینه اصلا یکی از هایی که من این چنل رو انداختم اینه که بتونم اندازه خودم هر چقدر هر چقدر کوچیک بتونم تاثیر مثبتی تو سینما ایران و مخاطب سینمای ایران بذارم میگم هر چقدر بازم کوچیک کوین اسپیسی که از فضا نیمده اونم یه آدم مثل شهاب حسینی مثل پیرزاده مثل این مثل اون درست لول بازیگری و متفاوت ولی چرا فکر میکنید که مثلا شواب حسینی نمیتونه به اون لول برسه یا یعنی اینکه لول بازیگری ما فرق آقا فرق کرده هم بازیگری لولش فرق کرد تو سینما ایران خیلی اومده بالا هم کارگردان اصلا از هر لحاظی بچهای قدیمی کانال میدونن یه کاری بد باشه من تعارف و شوخی با کسی ندارم میگم بده میگم گن زدی همینقدر روک میگم ولی خب وقتی یه کاری خوبه باید تعریف کرد باید تشویق کرد باید نکات مثبتش رو هم گفت ببین اصلا همین عکس همین میمیک همین ریاکشن به صحبت های محب همین فضا رو اگه واکین فینیکس همین رو ببین بالا پایی نباشه دقیقا همین رو اگه اجرا میکرد یه سری جامعه میدریدند ولی چون بازیگر ایرانیه چون سریال ایرانیه اخ اخ پیف پیف ها. نمیشه که ما واقعا باید کمک کنیم به پیشرفت این جریان آقا اجازه بدید نپذیرم این شباهت عجیب پدر منصور به سعید توسی همینجوری اتفاقی بوده سازندگان سریال خب خودشون رو ثابت کردن که چقدر جزئی نگرن و ما پدر منصور رو چه جوری شناختیم یه آدمی که وقتی منصور کوچیک بوده اذیتش میکرده و حالا دیگه سعید توسی و گذشته و که کردهم دیگه معرف و حضورتون هست واقعا من از این حرکت جالبی بود منصور یه جا اشاره میکنه به وایرال کردن فیلم تجاوز به ساحل و من فکر میکنم که پلن بعدیش اصلا همین باشه و ممکنه که اصلا همین قضیه یه سوتی به یه کافی بده که باعث بشه که خب لو بره و یه چیز دندونگیر بالاخره گیر پلیسا بیاد بعد پشبندش میگه که عصبانی نباش موه و نباشه نباش ممکنه که سرنخ جلو چشمت باشه ولی با عصبانیت طرف رو نبینی من فکر میکنم این منظورش از سرنخ همین چنگ روی دستشه چون ببین منصور آدمی نیست به نظرم که حالا از مرگ به و که حالا بیرون باشه و تو باشه و اینا براش مهم باشه و اونقدر چیزی که برای منصور خیلی مهمه اینه که بتونه خوب اینا رو بازی بده و میبینیم دیگه همه رفتارهایش رو داره نشون میده و اصلا باید نیست که خودش خودش رو انداخته باشه تو دام پلیسا که بخواد بازیشون بده و اینکه بالاخره این چنگ یه چیزی داره که قسمت قبلی اینقدر با تاکید داشت بهمون نشون میداد دیگه مسئله مربوط به اون فرشاد عرق فروش و رضا پروانه و نمیدونم محب و اون چشمک آخر منصور و کلن هر چیزی که در رابطه با این قسمت بوند رو فردا شب قراره که بررسی کنیم اگه زنگوله رو بزنی فردا برات نوتیف میاد و میای ویدیو رو تماشا میکنی بریم چند تا از نظرات شما رو در مورد این قسمت سریال پوست که تو اینستاگرام ازتون خواسته بودم برام بنویسید بخونیم مهیار سلیمی صداگذار سریال پوستشی نوشته عجب سریالیه دم عواملش گرم مخصوصا صداگذارش مهیار جمعه به خودم گفتم اصلا صداگذاری کار داره روح من نوازش میکنه برونت برم نوشته که یه سیبه میگه که از عوامل پوستشیری خود چطوری اینقدر تحلیلات درسته دم شما میگم خود هم نمیدام نوشته پایان مشابه خاتون در انتظارمونه با پایان تلخ مجازات نشدن قاتل واقعا ضعیف داره پیش میره این قسمت هیچی نداشت جز شاش توی قسمت چجوری میخوام جمعش کنن آخر بیشتر مربوط به شخصیت پردازی منصور بود به نظرم با عقاید و باوراش آشنا شدید خب دمتون گرم که تا اینجا ای ویدیو همراه من بودید اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید حتما نظرتون کامنت کنید و اینکه آیکون رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید منتظر ویدیوهای بعدی باشید